سلام دوستان، خوش اومدید به کانال ریر اندرلاین استوری. احتمالا تا الان با این وضعیت مواجه شدیم که مثلا بعد از تمام کردن یه بازی اطلاعاتی راجع به اون بازی پیدا میکنین که اگه اونا رو زودتر میفهمیدین بازی واسهتون خیلی زیباتر میشه. واسه نمونه داخل Red Dead Redemption همون اولای بازی یه اسب سفید توی کوههای شمال نقشه هستش که به صورت کاملا رایگان میتونین به دست بیارین. من خودم راجع به این اسب بعد از تمام شدن بازی فهمیدم. خب واسه جلوگیری از همین موضوع پلیلیست راهنمای بازی رو ساختم که با دیدن ویدیوهای این پلیلیست نه تنها هیچ اسپویل راجع به داستان بازی واسهتون اتفاق نمیفته، بلکه کمکتون میکنه داخل بازی که میخواین خیلی حرفه‌ای تر بشین. قبل از گفتن هر چیزی ویدیو رو حتما لایک کنین و اگه ویدیو رو درتون خورد کانال رو سابسکرایب کنین و با یه کامنت منو خوشحال کنین. خب بریم سراغ اولین قسمت سری راهنمای بازی و توی این قسمت راجع به سیفو بحث میکنیم. سیفو یه بازی جدید توی سبک کونگ فوه. واسه اونایی که این سبک بازی ها رو نمیشناسن اگه اعصابتون ضعیفه بازی نکنید، مخصوصا سیفو رو. اگه سیفو رو خریدین و دائما در حال کشته شدن هستین، ادامه ویدیو رو ببینید، مطمئنا به دردتون میخوره. شماره 10، آنلاک کردن تکنیک های مختلف کونگ فو. آنلاک کردنشون هیچ کاری نداره، کافی امتیازاتون رو جمع کنین و بعد آنلاکشون کنین. فقط نکتهش اینه تکنیک هایی که باز میکنین دائمی نیستن و بعد از یه مدت دوباره باید بخرینشون. خب بهترین تکنیک هایی که میتونین آنلاک کنین چی هن؟ قبل از شنیدن این لیست پیشنهاد من اینه واسه تکنیک های کونگ فو سعی کنین همه تمرکزتون رو روی چند تا حرکت به خصوص بذارین و دائم تغییرشون ندین. به هر حال ضروری ترین حرکت هایی که نیاز دارین اولیشون دسترانگ سویپ فوکسه. میتونین توی بخش فوکوس پیداش کنین و خیلی به درد بخوره. با استفاده ازش یه ضربه پا به دشمن میزنین که نقش زمینشون میکنه. فرقی هم نداره دشمن معمولی باشن یا باس فایت، با این حرکت روی زمین سفره میشن. نکته مثبتش اینه که وقتی روی زمین میافتن سلاحاشون هم از دست میدن و میتونین دمیج زیادی هم بهشون بدین. به جز این مورد اسنپ کیک هم خیلی به درد بخوره. تمرکز دشمنتون رو به هم میریزه و باعث میشه فاصلتون با دشمن زیادتر بشه. آها، تا یادم نرفته حرکت انوایرمنتال مستری هم یادتون نره. توی لولهای بالا که دشمنتون از سلاحهای مختلف استفاده میکنن خیلی به درد بخوره. این قابلیت که میتونین المانهای محیطی رو توی صورت دشمنتون پرتاب کنین خیلی خوب و باعث میشه اونا سر جاشون خشکشون بزن. یه حرکت دیگه هم هست به اسم وپن مستری که مستقیما میتونین آنلاکش کنین. یکم گرونه، پس پیشنهاد میکنم اول اون یکی‌ها رو که گفتم بگیرینش، بعدش سراغ این بیا. قابلیتش هم اینه که اگه داشته باشینش سلاحی که توی محیط بازی پیدا میکنین دیرتر خراب میشن. شاید ساده به نظر بیاد ولی به درد بخوره، بهتون قول میدم. شماره 9، تفرقه بنداز و بکش. یه نکته ساده و در این حال خیلی مهم اینه که بیشتر موقع میتونین فرار کنین. توی خیلی موقعیت ها جابجایی و عوض کردن موقعیت خودتون بهترین کاریه که میتونین انجام بدین. خیلی از درگیری های بازی وقتی شروع میشن که شما توسط تعداد زیادی دشمن محاصره شدین. خب مجبور نیستین همونجا وایسین، میتونین آزادانه از دستشون فرار کنین تا یه موقعیت یا پوزیشن بهتر گیر بیارین. مهم بودن این نکته رو زمانی میفهمین که توی تله دشمنا گیر کنین، به خصوص اگه دشمناتون از این گولاخا باشن. تو این موقعیت ها بهترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که دائما جابجا بشین و دشمن ضعیف رو اول بکشین تا به قوی ها برسین، چون وقتی تنهایی گیرشون بیارین خیلی راحت تر میتونین ترتیبشون رو بدین، اما وقتی با گروه خودشون هستن به شدت روی مخن. همچنین خیلی از محیط های بازی هستن که ممکنه فکر کنین نمیشه اونجا رفت، ولی موقعی که درگیریتون شروع شد سعی کنین جابجا بشین و از اون محیط ها استفاده کنین. جابجایی توی محیط بازی هم خیلی به درد میخوره، چون بعضی موقعا میتونین اسلحه‌ای که مخفی شدن رو پیدا کنین. باور کنین فایت های توی بازی اینجوری خیلی راحت تر میشن. شماره 8، اگه میخواین توی بازی خوب باشین گارد بالا و پایین رو یاد بگیرید. سخت به نظر میاد که بگی کدوم ضربه های دشمن واسه بالا یا پایینه، ولی به هر حال باید توضیح داد. مهمترین چیزی که باید راجبش بدونی اینه که اگه یه ضربه به نظر میاد واسه پایینه، مثل سویپ کیک یا همچین چیزایی، مطمئن باشین واسه پایین و گارد پایینتون رو بگیر. به جز این هر چی دیگه بود ضربه به بالاست و گارد بالاتون رو حفظ کنید. اگه میخواین حمله دشمناتون رو بلاک کنین گارد بالا تقریبا همه چی رو بلاک میکنه.
در نهایت بعد از یکم تمرین گارد پایین و بالا رو یاد میگیرین، ولی اگه حال و حوصله نداشتین میتونین کلن گارد بالا رو بگیرین و اگه زمان بندیتون دقیق باشه اکثر همراه رو بلاک میکنین. شاید بعضیا بگن اشتباهه، گوش نکن، واسه من که جواب. شماره 7، اگه ویدیو رو از اول نگاه کرده باشی میدونی سلاح‌های توی بازی خیلی مهمه. با استفاده ازشون خیلی راحت میتونید گارد دشمناتون رو بشکنید. ولی خب یه چیز خیلی جالب اینه که میتونید به سمت دشمن پرتابشون کنید. فرقی نمیکنه چقدر از سلامتی اسلحه‌تون مونده باشه. پرتاب کردنش به سمت دشمن آسیب خیلی زیادی به اون میده. بهترین زمان واسه پرت کردن اسلحه‌تون به سمت دشمن وقتی که اسلحه‌های دیگه در دسترستون هست یا زمانی که مطمئن هستین با پرتاب کردن اسلحه‌تون به هدف می‌زنید. همچنین یکی از بهترین وقت‌ها واسه استفاده از این تکنیک زمانیه که با یه باس فایت که خودش اسلحه داره مبارزه می‌کنه. در صورت سخت نگیرین، به هر حال اسلحه‌ها می‌شکنن. پرتاب کردنشون به نسبت مبارزه باهاشون آسیب بیشتری به دشمن وارد می‌کنه. شماره 6، داخل بازی میتونین کلیدای آیتمای رو پیدا کنین که باهاشون میتونین میون بور بزنین و سریعتر به لول مورد نظرتون برگردین. معمولا کلیدا رو توی همون لولی که بازی میکنین میتونین پیدا کنین و اساسا کارورشون اینه که سریعتر به باس فایت ها برسین، ولی خب زیاد مهم نیست. سعی کنین توی هر لولی که هستین گوش کنار رو بگردین و دنبال راه مختلف باشین. واسه اینکه بهتر متوجه شین چی میگم، داخل موزه لول 3 که یه کارت پیدا میکنین و میتونین باش در راپل رو باز کنین، ممکن آخر راه رو به یه باس کوچیک بر بخورین و با کشتنش بهتون یه کد میده که با استفاده از اون کد میتونین در یه راه بله توی لول 2 کلاب رو باز کنین و همچنین یه سرنخ جدید هم توی بورد اضافه میشه. اگه دنبال 100% کردن بازی هستی این کد رو به دست بیارین. شماره 5، همه باس های توی بازی قوی هن، ولی بیشترین موزل اوله بازی همین یاروه The Fighter یا شان که رئیس کلاب و دومین باس فایت بازیه. شان خیلی وحشی مبارزه میکنه، واسه همین چند تا نکته میگم که راحت تر بکشینش. اگه بتونین شانو بدون مردن یا حد اکثر با 2-3 مردن بکشین، میتونم بگم که واسه بقیه بازی آماده اینو هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. و همچنین نکاتی که از مبارزه با این باس فایت یاد میگیرین توی بقیه باس هم به دردتون میخوره. اینم چند نکته راجع به شان. خیلی تهاجمی، ضرباش خیلی قویه و به راحتی نمیشه دفاعشون کرد. البته یه نقطه ضعف داره، تقریبا همه ضرباش به بالاست، یعنی با زمان بندی درست و گارد بالا راحت میتونین قسمت اول باس فایت رو پشت سر بذارین. تازه کنار دیواره راست و چپ سلاح‌های زیادی هست و میتونین از اونها استفاده کنین و دمیج زیادی هم بهش بدین. یه مورد دیگه، از فوکوس اتک به محض اینکه دسترسی بهشون پیدا کردین استفاده کنین، چون با استفاده از استرونگ سویپ فوکس میتونین بندازینشون زمین و مشتش بزنین، دمیج مفته. فاز دوم باس فایت یکم سخت‌تره، ولی با نکاتی که راجبش گفتم میتونی شکستش بدی. به هر حال کلیت هر باس فایت اینه که بدونین چطوری از گارد بالا و پایین استفاده کنین و راجب هر باس فایت مقابله با حمله‌هاشون متفاوته. پس عجله نکنین، اول دشمنتون رو آنالیز کنین، بعدش با زمانبندی مناسب بهشون ضربه بزنین. شماره 4، همون جوری که توی ویدیو گفتم میون برای خیلی به درد بخوری واسه رسیدن به باس فایت‌ها توی بازی هستش، ولی استفاده همیشگی از اونها باعث میشه بعضی از شراین‌های به خصوص و از دست. یه توضیح کوچولو راجع به شراینام بدم. شراین خود کلمش به معنی زیارتگاه، ولی داخل بازی این شراینا در واقع یه سری مجسمه‌های یشمی به شکل اژدها هستن که توی هر 5 سطح مختلف بازی پخش شد. هر کدوم از اونها به شما اجازه میده که یکی از جایزه‌های مختلفی رو که دارن انتخاب کنین تا کاراکترتون قوی‌تر بشه. پس سعی کنین توی بازی باهوش پیش برید. واسه نمونه توی لول موزه در نهایت یه کلید آسانسور به دست میارین که میتونید باهاش کل موزه رو بدون حتی یه دعوا رد کنین و به باس فایت برسید. ولی خب اینجوری نمیتونین از شراینی که توی طبقه 4 استفاده کنین. پس به جای اینکه مستقیما به سمت آسانسور برین که به باس فایت برسین، میتونین از طریق پلا به طبقه 4 برین، بعدش که از شراین استفاده کردین به سمت آسانسور برین. شما قراره باهوش بجنگین، نه دهن خودتون رو سرویس کنین. البته که اینجوری با 2-3 بیشتر میجنگین، ولی خب خیلی سخت نیست و اینجوری وقتی که به باس فایت میرسین به جای یه دونه شراین 2 دارین. از اینجور موقعیت ها توی بازی زیاده، کافی یادتون باشه شراینا کجان و حواستون رو جمع کنین که اونا رو رد نکنین. شماره 3، بعضی از قابلیت ها و حرکت ها انیمیشن هایی دارن که موقع پخش شدن اونا شما هیچ آسیبی نمیبینید. اگه به درستی از اونا استفاده کنید میتونید موقعیت های خیلی بد و پشت سر بذارید. یکی از اون حرکت ها تیک داون کردن دشمن است. اگه به درستی از اون استفاده کنید میتونید به سادگی برین تو گله دشمن ها و بدون حتی یه خراش بیرون بیان. اگه وسط یه درگیری شلوغ بودین و میتونستین حرکت تیک داون رو انجام بدین حتما انجامش بدین. یه دونه دیگه از این حرکت ها داون انیمی اتک، موقع
نمایش انیمیشن این حرکت شما کاملا غیر قابل لمسی. به همین دلیله که میگم استرانگ سویپ فوکستون رو تقویت کنید. و البته جاخالی دادن توی بازی مهمه که اگه با کنسول بازی میکنین میتونین با تریگر سمت راست ازش استفاده کنین. اول بازی خیلی ازش استفاده میکنین ولی خب زیاد به درد نمیخوره و خودش رو توی بازی اول بازی نشون میده. تو این بازی برخلاف بازیهای دیگه جا خالی دادن به طرف راست و چپ زیاد تاثیرگذار نیست. توی بازی بهتره که از جا خالی دادن واسه جابجایی و عوض کردن موقعیت خودتون استفاده کنین و توی مبارزات بیشتر تمرکزتون روی رد کردن یا پری کردن حملات دشمناتون و همچنین گارد بالا و پایین بذارین. اینجوری خیلی بهتره. شماره 2، وقتی که به شراینا میرسین آپگریدهای مختلفی رو میبینین و ممکنه یکم گیج بشین که کدوم یکی بهتره. پس اینجا چند تا نکته میگم راجع بهش. طبق تجربه اکثر کسایی که سیفو رو بازی کردن، آپگرید کردن استراکچر خیلی مهمه. قرار دادن یکی دو امتیاز روی این بخش باعث میشه توی درگیری‌هایی که یکم جلوتر میبینیم بتونیم راحت‌تر زنده بمونیم. یه نمونه دیگه که خیلی به درد بخوره، هلف گین بای تیک داون که اساساً مقدار سلامتی رو که از تیک داون کردن انمی به دست میارین رو بیشتر میکنه. خیلی توی گذروندن یه لول به درد بخوره ولی در مقابل باس فایت‌ها حرفی واسه گفتن نداره. استراکچر ریگین هم خوبه. استراکچر داخل بازی اساساً همون نوار انرژیتون رو میتونین با جا خالی دادن انرژی بیشتری به دست بیارید. فوکس ریگین هم به نظر خوب میاد ولی خودم ترجیح میدم توی بخشای دیگه امتیازامو خرج کنم. و در آخر شماره 1، احتمالاً تا الان شنیدین که مردن توی بازی سیفو یکم پیچیده است. هر بار که میمیرین یه واحد به ضریب مرگتون اضافه میشه و سنتون بالاتر میره. مثلا واسه اولین بار که بمیرین 21 سالتون میشه ولی اگه سه بار پشت سر هم بمیرین 26 سالتون میشه. هر 10 سال یه دونه از این حلقای زندگیتون میشکنه. پس بعد از 70 سالگی اگه بمیرین کل بازی گیم اوور میشه. در کل ضریب مرگ بالا چیز خوبی نیستش و بیشتر جایی که ضریب مرگتون بالا میره چه باس فایت هاست. بهترین کار اینه که وقتی اکثر آپگریداتون رو انجام دادین اکسپریانساتون رو سیف کنین. اینجوری میتونین اگه ضریب مرگاتون بالا بود کمش کنین. شاید منطقی به نظر نیاد ولی اگه انجامش بدین میفهمین چه نکته به درد بخوری رو واسهتون گفت. خب دوستان، اینم از آخر قسمت اول سری راهنمای بازی. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. راستی سال نوتونم مبارک. توی تعطیلات ویدیوهای جالبی داریم، منتظر بمونید.